سلام بر شما، خوش آمدید به بخش خبر تلویزیون ایران فردا. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. پارلمان عراق با اکثریت آرای نمایندگان فؤاد معصوم را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. رأی‌گیری در جلسه امروز مجلس عراق به دور دوم کشیده شد که در این رأی‌گیری رقابت میان فؤاد معصوم و حنان فتلاوی بود، اما فتلاوی به درخواست فراکسیون خود نامزدیش را پس گرفت. آقای معصوم 76 ساله سیاستمداری میانه رو است که با سیاستمداران شیعه و سنی عراق رابطه خوبی دارد. وی از بنیانگذاران اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی به شمار می رود. نمایندگان مجلس عراق 10 روز پیش سلیم جبوری سیاستمدار سنی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب کردند. با انتخاب رئیس جمهوری و رئیس مجلس راه برای تشکیل دولت جدید عراق هموار شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است می‌خواهد برای بار سوم این سمت را در اختیار داشته باشد، اما وی منتقدان سرسختی دارد و به دنبال عملیات بی‌سابقه شبه نظامیان تندرو و گروه تروریستی داعش بسیاری از سیاستمداران عراقی به صف مخالفان مالکی پیوستند. علی خامنه ای خواستار مقاومت قاطع و مسلحانه در برابر اسرائیل تا پیش از نابودی آن شد و گفت فلسطینی ها باید کرانه باختری را مثل غزه مسلح کنند. و در این حال راهکار از بین بردن اسرائیل را برگزاری همه پرسی دانست. از جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حامیان مالی و تسلیحاتی حماس نام برده می شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران تنها علاج فلسطین پیش از نابودی اسرائیل را مسلح شدن کرانه باختری مانند غزه اعلام کرد. آقای خامنه ای گفت تنها علاجی که تا قبل از نابودی رژیم صهیونیستی وجود دارد مقاومت قاطع و مسلحانه است. وی از کسانی که علاقمند به سرنوشت فلسطین هستند خواست کرانه باختری را مثل غزه مسلح کنند. کرانه باختری رود اردن در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس است که از روند صلح با اسرائیل حمایت می کند. نوار غزه نیز در اختیار گروه رقیب آن حماس است که چند سال است از سوی اسرائیل در حصر قرار گرفته و حماس راه مقابله با این کشور را درگیری نظامی می داند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها ضمن نکوهش یاسر عرفات رئیس پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی و محمود عباس به عنوان افراد سازشکار بر سر آرمان‌های فلسطینی از گروه‌های تندروی مسلح فلسطینی نظیر حماس و جهاد اسلامی حمایت مالی، نظامی و رسانه‌ای می‌کنند. خامنه ای در ادامه سخنان خود افزود همان گونه که امام خمینی می‌فرمود اسرائیل باید از بین برود. البته نابودی اسرائیل به عنوان تنها راه علاج واقعی به معنای از بین بردن مردم یهود این منطقه نیست. این اظهارات تند علی خامنه ای پس از سکوت معنادار وی و گروهی از مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی با آغاز دوره تازه بحران در غزه صورت گرفته است. پیش از این سخنان، گروهی از محافظه‌کاران طرفدار این نظریه بودند که نظام نباید از حماس به خاطر جنگ این گروه با بشار اسد حمایت کند. از جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حامیان مالی و تسلیحاتی حماس نام برده می شود. فرماندهان سپاه نیز این حمایت‌ها را رد نکردند. خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود با حمله به آمریکا و اسرائیل گفته نگاه ضد آمریکایی و ضد غربی در ایران یک نگاه عقلانی و متکی بر تجربه و محاسبه صحیح است. وی افزوده برخلاف ملت برخی دستان می‌خواهد همان جریان‌های محقر غرب زده بار دیگر امور کشور را به دست گیرند که باید در مقابل این حرکت ایستاد. رهبر جمهوری اسلامی نامی از این افراد و جریان‌ها نبرده است. اظهارات علی خامنه‌ای در خصوص برگزاری رفراندوم در فلسطین در حالی است که نخستین بار محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران در 23 آبان 1379 و در نهمین اجلاس سران کشورهای اسلامی در دوحه قطر خواستار برگزاری رفراندوم در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی برای تعیین نظام آینده آن شد که وی از آن به عنوان فلسطین اشغالی یاد کرد.
آقای خاتمی شروط تحقق چنین مسئله ای را بازگشت همه فلسطینیان به وطن خیش در فلسطین اشغالی، همه پرسی از مردم اصلی فلسطین، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، برپایی نظام مستقل فلسطین، مورد دلخواه مردم آن در سرتاسر خاک فلسطین به پایتختی قدس شریف و تصمیم گیری دولت مستقل در مورد همه ساکنان فعلی این سرزمین عنوان کرد. طی دو هفته درگیری‌های نوار غزه که در روزهای اخیر شدت گرفته است، بیش از 685 فلسطینی، 34 اسرائیلی و یک کارگر خارجی کشته شدند. تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس هنوز به نتیجه نرسیده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و بان کیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، همکنون در اورشلیم به سر می‌برند تا برای برقراری آتش‌بس با مقام‌های اسرائیلی مذاکره کنند. آقای کری از برخی پیشرفت‌ها خبر داده است. عصر روز چهارشنبه در جلسه اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت رئیسه این نهاد انتخاب شدند و آیت الله جنتی در سمت خود ابقا شد. در این جلسه آیت الله جنتی مجدداً به عنوان دبیر، علیزاده به عنوان قائم مقام دبیر و دکتر ابراهیمیان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شدند. آیت الله جنتی 88 ساله از سال 1371 دبیری این شورا را بر عهده دارد. آیت الله جنتی از سن 53 سالگی به عضویت اولین دوره شورای نگهبان درآمد و در همه ادوار عضو آن بوده است. محمد رضا عارف به زودی از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس فرهنگستان علوم انتصاب خواهد شد. به گزارش ایسنا، حکم ریاست رضا داوری اردکانی که از سال 77 تا کنون رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی است در دولت احمدی نژاد تمدید نشده بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع تصمیم گیری برای تعیین رئیس جدید فرهنگستان است. رسول منتجب نیا، نایب رئیس حزب اعتماد ملی، میگوید متاسفانه ما در کشور از ترس اینکه اگر به مردم اجازه راهپیمایی بدهیم ممکن است آنها علیه ما نیز شعار بدهند، جلوی همه چیز را بسته ایم. آقای منتجب نیا در گفتگو با ایلنا گفته است در حالی که بدترین جنایت ها در دنیا صورت میگیرد و همه کشورها حرکتی انجام میدهند، اما ما آن را موکول به بعد از نماز جمعه و یا روز قدس میکنیم. بر اساس اصل 25 قانون اساسی ایران، برگزاری تجمعات بدون سلاح آزاد است، اما جمهوری اسلامی برگزاری هر گونه تجمعی را منوط به دریافت مجوز کرده و به آن هم اجازه نمیدهد. به رغم تلاش‌های سازمان ملل و وزارت خارجه آمریکا برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطین، حملات اسرائیل به غزه همچنان ادامه دارد. این در حالی است که سایه بریقات شب گذشته اعلام کرد به زودی آتش‌بس محقق می‌شود. به موازات تلاش‌های دیپلمات‌های سازمان ملل و وزارت امور خارجه ایالات متحده برای متوقف کردن نبرد مرگبار میان اسرائیل و فلسطین که تاکنون جان بیش از 600 نفر را گرفته، روز گذشته حملات گسترده تری از سوی اسرائیل به غزه ادامه یافت. این در حالی است که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در مصر به سر می‌برد و در مذاکره با مقامات مصری مشغول زمین‌سازی برای آتش‌بس است و از سوی دیگر بان کیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در تل آویو به دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل رفت و سپس به اردن و عربستان. در همین حال یکی از مقامات ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین گفت انتظار داریم که روز پنجشنبه آتش‌بس بین غزه و اسرائیل محقق شود. به گزارش شبکه تلویزیونی الجدید لبنان، صاحب عریقات از مقامات ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین و همچنین مذاکره کننده ارشد سابق با اسرائیل در مذاکرات شب گذشته گفت انتظار داریم تا نیمه شب یا حد اکثر فردا آتش‌بس در غزه محقق شود. این در حالی است که وزیر دادگستری اسرائیل در گفتگو با رادیوی ارتش اسرائیل گفته است آتش‌بس قریب الوقوع نیست و من نور را حتی در انتهای تونل هم نمی‌بینم.
در رویدادی دیگر، وزیر ترابری اسرائیل از لغو پروازهای هواپیماهای آمریکایی به تل‌آویو انتقاد کرد و این تصمیم را تسلیم در برابر تروریست‌ها خواند. شرکت‌های آمریکایی تصمیم 24 ساعته خود در عدم پرواز به تل‌آویو را به دلیل شرایط ناامن و خطر پرتاب موشک تمدید کردند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یک بوئینگ 747 دلتا عصر سه‌شنبه 22 ژوئیه با 290 مسافر به جای فرود در یکی از فرودگاه‌های اسرائیل در فرودگاه شارل دوگل پاریس بر زمین نشست. علت این تغییر مسیر گزارش‌های مبنی بر حمله موشکی در نزدیکی فرودگاه اعلام شد. شامگاه چهارشنبه 23 ژوئیه اعلام شد که لوفتانزا و ایر برلین کلیه پروازهای امروز پنجشنبه 24 ژوئیه خود را به تل‌آویو لغو کردند. لوفتانزا اعلام کرد که هنوز شواهد و اطلاعات جدیدی برای از سرگیری پروازهای مطمئن به اسرائیل موجود نیست. طبق برنامه قرار بود 20 پرواز از فرانکفورت، مونیخ، کلن، زوریخ، وین و بروکسل به تل‌آویو انجام شوند، اما همگی خط خوردند. لوفتانزا از مسافران پروازهای لغو شده خواسته که با خطوط هوایی ایر برلین به اسرائیل بروند. در همین حال، پس از حذف بسیاری از پروازهای بین المللی، اسرائیل در حال آماده سازی یک فرودگاه نظامی در جنوب این کشور برای پروازهای عادی است. یک سخنگوی وزارت ترابری اسرائیل تأکید کرد که فرودگاهی در سواحل شمالی ایلات قرار است پذیرای پروازهای بین المللی باشد. دولت اسرائیل همچنین از ممنوعیت پرواز به تل‌آویو به شدت انتقاد کرده است. وزیر ترابری اسرائیل گفت هیچ دلیلی وجود نداشت که خطوط آمریکایی رفت و آمد به تل‌آویو را قطع کنند و تسلیم تروریست‌ها شوند. یک سخنگوی حماس اما لغو پروازهای بین‌المللی به فرودگاه‌های اسرائیل را یک پیروزی بزرگ برای نهضت مقاومت فلسطین خوانده است. در رویدادی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه خواستار انجام تحقیقاتی در مورد آن شد. در قطعنامه‌ای که به تصویب این شورا رسید، حملات اسرائیل به غزه مصداق نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین توصیف شده و خواستار آن شده است که برای بررسی نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی به ویژه نوار غزه هیئتی بین‌المللی فوراً به منطقه بروند. پیشنویس این قطعنامه را تشکیلات خودگردان فلسطینی تدوین کرده بود و 29 عضو از مجموع 46 عضو این شورا به آن رأی مثبت دادند. نمایندگان اروپا در این رأی گیری غایب بودند و آمریکا نیز به این قطعنامه رأی منفی داد. در همین حال سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که در توافق با اسرائیل و حماس نبرد در چند نقطه غزه متوقف شد تا آمبولانس های صلیب سرخ بتوانند زخمی ها را از منطقه خارج کنند. بر این اساس 7 آمبولانس صلیب سرخ توانستند وارد محله شجاعیه و تیم های دیگری وارد محله های خزائه و بیت حنون شوند. از سوی دیگر اسرائیل اعلام کرد که یک کارگر خارجی در منطقه اشکلون بر اثر اصابت موشکی که از غزه شلیک شده بود کشته شد. این سومین غیر نظامی است که در اسرائیل بر اثر شلیک موشک جان خود را از دست می دهد. گفتنی است در آغاز سومین هفته عملیات نظامی اسرائیل علیه حماس شمار کشته شدگان فلسطینی به 650 نفر رسیده است. 29 سرباز اسرائیلی نیز در این عملیات کشته شدند. سقوط یک هواپیمای مسافربری در تایوان به مرگ بیش از 40 سرنشین آن انجامید. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت چینی ترانس ایشیا بود. به گفته مسئولان این شرکت، این هواپیما روز چهارشنبه با 58 سرنشین به هنگام فرود ناموفق اضطراری در جزیره پنگوی تایوان سقوط کرد. در صانعه هوایی دیگر شرکت ملی هواپیمایی الجزایر امروز اعلام کرد که ارتباط با یک هواپیمای ایرباس مسافربری خود را بر فراز بورکینافاسو از دست داده است. این هواپیما 116 سرنشین داشته که گفته می شود احتمالاً بسیاری از مسافران این پرواز فرانسوی بودند.
شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین در بیانیه ای اعلام کرد موشک‌هایی که باعث سرنگونی دو هواپیمای جنگنده این کشور شد از خاک روسیه شلیک شده است. روز گذشته جدایی طالبان در شهر دونسک از هدف قرار گرفتن یک هواپیما خبر داده و گفته بودند خلبان این جنگنده با چتر نجات بیرون پرید است. ارتش اوکراین گفته است سرنوشت خلبان این هواپیما هنوز نامعلوم است. سقوط دو جنگنده ارتش اوکراین کمتر از یک هفته پس از ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزی با 298 سرنشین در همین منطقه صورت می‌گیرد. جسد 40 تن از قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزی در شرق اوکراین به هلند حمل شد. پس از فرود هواپیمای حامل اجساد در فرودگاه شهر آیندهوون، مراسم یادبود نظامی با حضور پادشاه، ملکه و نخست وزیر هلند و بیش از 1000 تن از بازماندگان قربانیان انجام گرفت. در این مراسم پرچم‌های 11 کشور که قربانیان شهروندان آن بودند به حال نیمه افراشته درآمد و به احترام جان باختگان یک دقیقه سکوت در سراسر هلند برگزار شد. از 298 سرنشین هواپیمای مالزیایی 191 نفر هلندی بودند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی جدا کردن محل کار زنان و مردان را همخوان با ارزش‌ها در ایران خواند و گفت جداسازی جنسیتی بهره‌وری کارمندان و کارگران را بالا می‌برد. طی هفته گذشته و با دستور شهرداری تهران مبنی بر تفکیک کارکنان زن و مرد بحث‌ها پیرامون تفکیک جنسیتی بالا گرفته است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی میگوید جدا کردن محل کار خانم ها با ارزش ها همخوان است و بهره وری را بالا میبرد. وی افزود باید در خصوص تفکیک جنسیتی بر اساس آموزه های اسلامی عمل کنیم. در هفته های گذشته موضوع جدا کردن محل کار زنان از مردان در شهرداری تهران واکنش هایی را به همراه داشته است. نزدیک به 200 نماینده در مجلس ایران نیز در بیانیه ای از این اقدام شهرداری تهران حمایت کردند. وبسایت خبری جامع جم پیشتر خبر داده بود که امضاهای این بیانیه توسط روح الله حسینیان از نمایندگان تندرو و عضو جبهه پایداری جمع‌آوری شده است. شهرداری تهران به مدیریت محمد باقر قالیباف روز 27 اردیبهشت ماه گذشته در صورت جلسه ای از مدیران خود خواست تا حتی المقدور محل استقرار زنان و مردان را از یکدیگر جدا کنند. بر اساس این صورت جلسه همچنین دستور این است که تمامی مدیران ارشد و میانی در شهرداری تهران تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده کنند. آقای قالیباف شهردار تهران روز جمعه 27 تیر ماه ضمن دفاع از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری گفته بود که نباید اجازه داد زنان بیشتر از محرمان خود با نامحرمان معاشرت داشته باشند. در همین حال روزنامه اعتماد در شماره 25 خرداد ماه خود از یک تصمیم جنسیتی دیگر در شهرداری تهران خبر داده و از قول معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران نوشت که دختران و پسران با فاصله بر نیمکت‌های پارک بنشینند. در همین زمینه عبدالحسین مختاباد عضو فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اظهار تعجب از بیان چنین مسئله‌ای از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران به روزنامه اعتماد گفته بود واقعا جای بسی تأسف است و تعجب دارد. نمی‌دانم به تازگی این سخنان تفکیک جنسیتی چرا تا این حد در دستور کار شهرداری قرار گرفته است. در مقابل برخی از اعضای شورای شهر تهران از جمله علی صابری و معصومه آباد از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری تهران حمایت کردند. معصومه آباد عضو شورای شهر تهران نیز از اقدام شهرداری در تفکیک کارکنان خود دفاع کرده و گفته اگر فضاهای کاری مختلط نباشد کار کردن برای خانوم‌ها راحت تر است و راندمان کاری هم بالا می رود. معصومه آباد افزود نمیدانم کجای این موضوع عیب و ایراد دارد. مصوبه ای ابلاغ شده و شهرداری اجرا کرده است و نه کسی اخراج شده نه کسی توبیخ شده بلکه جایگاه زنان در شهرداری ارتقا پیدا کرده است. پیش از این نیز در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران اقداماتی برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها انجام شده بود. سیاست تفکیک جنسیتی در ایران
همواره مورد اعتراض فعالان مدنی و همچنین فعالان حقوق زنان بوده است. پدری در شهرستان شهرزا در استان اصفهان دو دختر 7 و 12 ساله خود را به دار آویخت و پس از آن خودکشی کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران از اصفهان گزارش داده این پدر پس از کشتن دو فرزند خود با برادرش تماس گرفته و با ابراز خستگی از زندگی و ندامت از کشتن دخترانش اعلام می‌کند که خود را نیز می‌کشد. حسین حسینزاده جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در این باره گفته است اعلام جزئیات بیشتر این حادثه سودی برای جامعه ندارد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. دفتر مشاور فرهنگی رئیس جمهوری با انتشار متنی اخبار برخی از سایت‌های خبری مبنی بر اینکه حسام الدین آشنا از سوی دولت مأمور تهیه و تنظیم جوابیه دولت به نامه اخیر ناصر مکارم شیرازی شده است را تکذیب کرد. در روزهای اخیر برخی از سایت‌های خبری نوشتند در پی نامه مکارم شیرازی به رئیس جمهوری و انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد علوم استانداری سیستان و بلوچستان و نیز علی یونسی، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور از سوی دولت مأمور شده که جوابیه دولت به نامه مکارم شیرازی را تهیه و تنظیم کند. این سایت‌ها نوشته بودند که آقای آشنا نیز با نگارش جوابیه آن را در اختیار رئیس جمهوری قرار داده است. محمد مؤمن عضو شورای نگهبان گفته همه اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری برای انتخابات آینده این مجلس تایید صلاحیت نخواهند شد و این شورا مقابل برخی آدم‌های ناباب خواهد ایستاد. حامیان علی خامنه‌ای در ماه‌های اخیر بارها از تلاش اصلاح طلبان به ویژه اکبر هاشمی رفسنجانی برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری ابراز نگرانی کردند. مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مرتب در خصوص تسخیر مجلس خبرگان هشدار می‌دهند. این موضوع به ویژه پس از به کما رفتن مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان افزایش یافته است. در این خصوص آیت الله مؤمن عضو شورای نگهبان با بیان اینکه این نهاد در تایید صلاحیت‌ها مراقب خواهد بود گفت اجازه نمی‌دهیم نامزدهایی که قرار است انتخاب شوند آدم بی پدر و مادری باشند. وی با اشاره به آیت الله محمد علی دستگیر که از مراجع تقلید منتقد حکومت است گفت قرار بود این فرد از مجلس خبرگان کنار گذاشته شود و اگر وی بخواهد برای دوره بعدی نامزد مجلس خبرگان شود جلوی او خواهیم ایستاد. دستغیب در جریان اعتراضات مردمی سال 88 به حمایت از معترضان پرداخت و بارها ضمن حمایت از میر حسین موسوی و مهدی کروبی از حاکمیت انتقاد کرده بود. وی که عضو مجلس خبرگان است بعد از این انتقادها به جلسات این مجلس دعوت نشد و بارها هم دفتر و حسینیه او هم مورد هجوم امنیتی ها قرار گرفت. آیت الله مؤمن در ادامه هم با بیان اینکه شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به کهولت سن و شرایط ذهنی آن نیز توجه خواهد کرد گفت اگر فردی به دلیل کهولت سن شرایط ذهنی دچار مشکلی شود شورای نگهبان او را آدم نابابی می‌داند و جلوی آن خواهد ایستاد. به نظر می رسد اشاره وی به اکبر هاشمی رفسنجانی باشد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 شورای نگهبان صلاحیت هاشمی را به دلیل کهولت سن رد کرد. در همین حال مشاور عالی دبیر شورای نگهبان نیز با تأکید بر اینکه تمایلی به سخنگویی مجدد این شورا ندارد گفت حضور و حمایت از فتنه 88 در بررسی صلاحیت افراد در تمام انتخابات برای شورای نگهبان معیار است. عباس علی کدخدایی مشاور عالی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیت الله مؤمن گفته شورای نگهبان صلاحیت تمام اعضای فعلی خبرگان را تایید نخواهد کرد منظور از این اظهارات چیست گفت بنده نمی‌دانم نظر آیت الله مؤمن دقیقاً در این باره چه بوده است اما آنچه قانون تعیین می‌کند که شورای نگهبان صلاحیت افراد را تنها برای یک دوره احراز کند و در هر انتخاباتی صلاحیت افراد باید احراز شود و فرقی هم نمی‌کند که عضو فعلی باشد یا نه.
وی با بیان اینکه احراز صلاحیت یک فرد به معنای احراز صلاحیت وی برای ادوار آتی نیست افزود، بنابراین صلاحیت افراد فعلی چه در انتخابات خبرگان، مجلس و چه در ریاست جمهوری باید بررسی و احراز شود، چرا که شورای نگهبان بر اساس معیار قانونی عمل می کند. در ماه‌های اخیر چندین مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله احمد جنتی، کاظم صدیقی و محمد رضا توی سرکانی نسبت به برنامه ریزی ویژه جریانی برای تسخیر مجلس خبرگان رهبری هشدار داده بودند. اسدالله بادامجیان عضو هیئت مؤتلفه اسلامی یکی از کسانی بود که گفت اصلاح طلبان و استکبار قصد دارند با نفوذ در مجلس خبرگان رهبری برای علی خامنه‌ای مزاحمت ایجاد کنند. محمد علی موحدی کرمانی عضو مجلس خبرگان نیز با بیان اینکه روحانیت نباید نسبت به انتخابات بی تفاوت و بیکار باشد گفت افرادی نسبت به انتخابات مجلس خبرگان طمع کردند. محمد رضا توی سرکانی نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج هم به کسانی که دنبال طراحی ویژه برای انتخابات مجلس خبرگان هستند هشدار داده و گفته بود مردم اجازه چنین کاری به آنها را نخواهند داد. توی سرکانی گفته بود این مجلس محل اجتماع مجتهدین ولایی و انقلابی است که با همه وجود از ولایت مطلقه فقیه دفاع علمی و منطقی می کنند. نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج همچنین خبرگان رهبری را مانع قرائت‌های منحرفانه، لیبرالی و غرب زده از اندیشه‌های روح الله خمینی معرفی کرده بود. در فروردین ماه احمد جنتی نیز دبیر شورای نگهبان نسبت به تلاش عده‌ای برای تصرف مجلس خبرگان رهبری هشدار داده بود. جنتی گفته بود در حال حاضر عده‌ای می‌خواهند با نفوذ به مجلس خبرگان این سنگر را فتح کنند و وظیفه شورای نگهبان سنگین‌تر می‌شود. حامیان علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری و حسن روحانی را سه رأس مثلثی می‌دانند که برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری برنامه دارند. محافظه‌کاران تندرو می‌گویند هاشمی با همکاری دولت حسن روحانی تلاش‌ها برای تصرف مجلس خبرگان رهبری را از قم و جلب نظر مراجع تقلید قم آغاز کرده است. گفتنی است هاشمی رفسنجانی که پیشتر ریاست مجلس خبرگان را در اختیار داشت پس از انتخابات سال 88 و اختلاف با علی خامنه‌ای برای ریاست این مجلس نامزد نشد و جای خود را به محمد رضا مهدوی کنی داد. بدرالدین صدات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در واکنش به سخنان حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی که از احتمال بازگشایی این انجمن با نام جدید خبر داده بود گفت این خانه را ویران نکنید. بدرالدین صدات مفیدی با انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت اگر مشکل اصلی مسئولان اعضای فعلی هیئت مدیره است ما حاضریم که همه کنار برویم تا با رأی تمام روزنامه نگاران اعضای تازه سر کار بیایند تا این گونه تمام خانه ویران نشود. حسام الدین آشنا روز سه‌شنبه گفته بود ممکن است بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران با این اسم رخ ندهد، اما اینکه جامعه روزنامه نگاران حق دارد که یک تشکل صنفی قدرتمند داشته باشد توسط این دولت به رسمیت شناخته شده است. حسین صادقی سفیر ایران در عربستان سعودی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و از دیپلمات‌های نزدیک به اصلاح طلبان بار دیگر از سوی حسن روحانی به عنوان سفیر در عربستان سعودی منصوب شده است. از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی به عنوان یک رئیس جمهور میانه رو بهبود روابط با کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان از اهداف اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده. اکبر هاشمی رفسنجانی پیشتر گفته بود در صورت فراهم شدن مقدمات آماده همکاری با دولت و سفر به عربستان برای کمک به بهبود روابط است. محمد رضا عالی پیام شاعر طنز پرداز مشهور به حالو به 15 ماه حبس محکوم شده است. محسن رحمانی نیز به جرم بالا بردن تصویر میر حسین موسوی به 7 سال زندان محکوم شد. محمد رضا عالی پیام هنرمند و شاعر طنز پرداز سیاسی و اجتماعی در صفحه فیسبوک خود مطلبی را با عنوان یک سال و سه ماه و یک روز زندان برای سرودن شعر طنز منتشر کرده است.
آلی پیام که به عنوان طنز پرداز از نام هنری هالو استفاده می کند، نوشته است که از شعبه 26 دادگاه انقلاب با او تلفنی تماس گرفته و احضارش کردند تا حکم صادر شده علیه او را به اطلاعش برسانند. به گفته او، نه اصل حکم و نه کپی از آن در اختیار او قرار نگرفته و فقط اجازه داشته آن را بخواند. به او گفتند سند دست شماها نمی دهیم. به گفته محمد رضا عالی پیام، 4 اتهام به او زده شده است. این اتهام ها عبارتند از فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با سرودن اشعار طنز در بین مردم و ارسال آن از طریق پیامک و اینترنت برای افراد دیگر، توهین به مقدسات قرآن و امام زمان، توهین به آیت الله خمینی و مقام رهبری و توهین به رئیس جمهور و مسئولین نظام. عالی پیام پس از برشمردن اتهامات دادگاه انقلاب علیه خود به شواهد و مدارکی اشاره می کند که دادگاه با آن استناد کرده است. وی گفته مفاد کیفرخواست دادسرا و گزارش مرکز پشتیبانی عملیات اطلاعات پاواناجا و صورت جلسه کشف آلات و ادوات مجرمانه از قبیل لپتاپ و 2 حلقه فیلم ویدیویی و مقداری سررسید و دفتر یادداشت حاوی دست‌نوشته‌های متهم و غیره، همچنین بررسی و بازبینی لپتاپ و استخراج عکس‌های مستهجن و مبتذل که تصاویر این اقدامات در پرونده ضبط می‌باشد و توهین به مقام رهبری و امام خمینی و رئیس جمهور که در آن مشهود است. عالی پیام در پایان اشاره می‌کند به اینکه اگر زندانی شود از شعر گفتن باز نخواهد ایستاد. دوستان عزیز، منتظر اشعار من از داخل زندان باشید. محمد رضا عالی پیام پیش از این نیز بازداشت و زندانی شده بود. او در 28 مرداد 1391 توسط پلیس امنیت بازداشت و سپس به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به بند 350 زندانیان سیاسی و امنیتی اوین منتقل شد. آقای عالی پیام 19 شهریور 1391 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. در رویدادی دیگر، محسن رحمانی از فعالان سیاسی به جرم بالا بردن تصویر میرحسین موسوی در مقابل چشمان آقای حسن روحانی در جمعران به 7 سال زندان محکوم شد. محسن رحمانی فعال سیاسی اصلاح طلب 11 خرداد ماه 1392 در میتینگ انتخاباتی حسن روحانی اقدام به بالا بردن عکس میرحسین موسوی یکی از رهبران جنبش سبز کرد و توسط نیروهای امنیتی حاضر در محل بازداشت شد. وی پس از چند ماه با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد و پرونده وی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حکم 7 سال زندان برای وی صادر شد و این حکم هم امروز در دادگاه تجدید نظر تایید شد. در رویدادی دیگر مرتبط با حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با ارسال نامه‌ای سرگشاده به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از او خواست از دولت مردان ایران بخواهد اعدام رسول حلومی و رازی ابراهیمی را متوقف کنند. رسول حلومی 22 ساله و رازی ابراهیمی 21 ساله هر دو در سال 2010 به خاطر ارتکاب جرم در نوجوانی به اعدام محکوم شدند. در نامه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر که روز سه‌شنبه 31 تیر در وبسایت این فدراسیون منتشر شده، همچنین از خانم اشتون خواسته شده تا از دولت مردان ایران به تاکید بخواهد تمام محکومان به اعدام را که به خاطر ارتکاب جرم در نوجوانی محکوم شدند با هدف القای مجازات اعدام علیه مجرمان نوجوان دوباره محاکمه کنند. این فدراسیون از خانم اشتون خواسته است تا در جریان گفتگوهای هسته‌ای با ایران با مداخله در این موارد اضطراری و درخواست توقف مجازات اعدام در ایران به تعهد ابراز شده اش به حقوق بشر از جمله حفظ کودکان از اعدام غیرقانونی پایبند باشد. به نوشته این فدراسیون بر اساس اظهارات مقامات جمهوری اسلامی احتمال دارد اعدام رسول حلومی و رازی ابراهیمی در پایان ماه رمضان برابر با 28 ژوئیه انجام شود.
حدود 5 سال پیش در شهریور ماه سال 88 پسر بچه 10 ساله در روستایی از توابع خرمشهر به دلیل ضربه‌ای که به جمجمه‌اش وارد می‌شود دچار خونریزی مغزی شد و فوت می‌کند. رسول حلومی که آن زمان 17 سال داشت به قتل اعتراف کرد و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.